چرا انقدر بی سر صدا فیلم می‌سازی؟ هیچ خبری نمی‌دی؟ به نظرم فیلم سازی کار خیلی سختیه. برای من حداقل ممکنه برای بعضی اصلا کار ساده بود آسونی باشه. برای من کار سختیه فیلم سازی. بعد هر چیزی که حواسمو پرت کنه یا بخواد انرژیمو بگیره ازش فراریم راستش رو بخوام. بعد سر همینه که سعی میکنم که فقط کاری رو که باید انجام بدم انجام بدم، کار دیگه انجام ندم. درسته. نگران حاشیه ها میشه. دوست ندارم مجبور شم براش وقت بذارم. درست. میشه کارهای بهتری انجام داد. حاشیه هیچ وقت چیز مفیدی توش نیست نظرم. باید اصل مطلب رو ما انجام بدیم. باید برسیم به اصل مطلب. حس میکنم خیلی این اتفاق میفته که آدما نمیرن سراغ اصل مطلب. وقتی نریم سراغ اصل مطلب عقب میمونیم از قائله. درست. من دوست ندارم عقب بمونم. هرچند خیلی هم هیچ ادعایی هم ندارم که جلو هم یه هر چیز دیگه ای، فقط دوست ندارم عقب بمونم. درسته. به خصوص این فیلم تازه تو که به لحاظ لوکیشن، قصه و تعداد عوامل پشت صحنه و سیاهی لشکر اینا یه فیلم کاملا متفاوت و سختی بوده. بله، فیلم از مرحله پروانه ساخت دچار مشکل بود. توی تولید هم مشکلات متعددی وجود داشت. چون کار سختی بود. تعداد لوکیشن داشتیم، تقریبا تمامی لوکیشن ها ساخته شد. با هنرورای زیادی سر کار داشتیم. هنرورایی که خب متاسفانه بیمار بودن، اعتیاد داشتن، زود خسته می‌شدن، شرایط خوبی نداشتن. فضامون یه جاهایی کوچیک بود، تعداد آدم‌ها باید زیاد می‌بود. یه جایی هم که فضا بزرگ بود، خب به تبع تعداد آدمامون خیلی بیشتر میشد. به طور کلی سخت ترین آسون ترین سکانسش هم سخت بود فیلمه. و خیلی دوست داشتم بدون هیچ حاشیه‌ای بره جلو و به سرانجام برسه، ولی متاسفانه بدون اینکه ما بریم سراغ حاشیه، حاشیه گریبان ما رو میگرفت یه جایی. خب جوونیتون کمک نمیکنه که این صحنه اینقدر سخت و پر بازیگر و اینقدر پردردسر رو میسازیم؟ یعنی فکر نکردیم بیایم بعدش یه فیلم خیلی خلوت بسازیم با دو تا سه تا شب من کارکتر. به چیز من شبکاری خیلی برام کار سخته، یعنی اینکه به خصوص اگر و سرما رو نمیتونم تحمل کنم، سرما هم نمیتونه من تحمل کنه، ولی زمانی که فیلم احتیاج داشته باشه آدم سکانس رو توی شب می‌نویسه. یعنی وقتی قرار باشه اون اتفاق توی شب بیفته، توی شب می‌افته دیگه. درست. من که نمیتونم چون شب کاری دوست ندارم یا از سرما بیزارم سکانس شب ننویسم که. واقعیت ربطی نداره. بعد ببین قصه چه چیزی رو میطلبه و چه امکاناتی رو میخواد برای پیشبرد خودش. وقتی هنرور میخواد هنرور باید بیاری، وقتی ساخت و ساز میخواد باید بسازی، وقتی تعدد لوکیشن میخواد باید باشی، وقتی به جای روزی 10-12 ساعت قرار بشه 18 ساعت کار کنیم بعد 18 ساعت کار کنیم. کمکی به شما شد از این نهادهای مختلفی مثل دادگاه مبارزه با مواد مخدر، پلیس مورد دادگاه نه ببینید واقعیت اینه که فیلم همونطور که میدونید 7-8 ماه دقیق نمیدونم واقعا 7 ماه 8 ماه چقدر طول کشید پروانه ساختش بیاد. از موقعی هم که گفتن اومد تا برسه دست ما باز یکی دو ماه طول کشید، در صورتی که خیلی اصلا یه هفته ای دو هفته ای سه هفته ای خب کارشون زودتر پیش میره چون مشکلی با فیلم هاشون وجود نداره، وگرنه ریتم ارشاد احتمالا اصلا بد نیست برای خوندن و مجوز دادن. فیلمنامه ما طوری بود که خب مشکل زیاد داشتن، ایراد زیاد میگرفتن تا به نتیجه برسه و پروانه بدن خیلی طول کشید و نه هیچ ارگانی هیچ جایی به ما هیچ کمکی نکرد و دونه دونه به چیزایی که گرفتیم ازشون رو پولش رو پرداخت کرد. بله، یعنی چه اسلحه چه ماشین چه چیزای دیگه ای همه اینا پرداخت شد. معمولا فیلم ها بعد از اینکه تو جشنواره نشون داده میشن کارگردان باستابایی میگیره که گاهی یه روتوش های روی فیلمش میکنه. مثلا فیلم شما 140 دقیقه است روی تایم جن 133 دقیقه است 133 دقیقه با تیتراژ هم میشه. فکر میکنین همینقدر برای نمایش بمونه؟ واقعیت اینه که ما روزهای آخر قبل از جشنواره الانم مصاحبه مطبوعاتی گفتم روزهای آخر قبل از جشنواره درگیر مسائلی بودیم که میدونید ما 20 دقیقه فیلم برداریمون تمام شد، یعنی خیلی زمان کم داشتیم برای تدوین، برای صداگذاری، برای میکس و مسترینگ، برای اتالوناش خیلی ما زمان کم داشتیم برای چنین فیلمی. واقعیت اینه که
ای کاش 3-4 ماه زمان داشتیم، ولی خب نمیشد. ما هفته آخر یا روزهای آخر قبل از جشنواره درگیر مسائلی بودیم که نشد من نسخه‌ای رو که دلم میخواد آماده کنم. سر همین بعد از اینکه بالاخره مشکلات سری مشکلات اوایل جشنواره که حل شد، بالاخره فیلم ما رو اجازه اکرام بهش دادن، من نشستم برای نزدیک شدم به نسخه‌ای که خودم دوست دارم، چون نمیشد کامل انجامش داد. بله. چون آقای دهخانی تشریف برده بودن امریکا قبل از جشنواره، فکر می‌کردن همه چی تمام شده باشه. آقای دهخانی رفته بودن و آقای قاسمی هم از فرط بی‌خوابی، چون چند تا کار داشتن شب قبل از جشنواره، مریض شده بودن. صداگذارم. سر همین من این چند روز رو نشستم این کارو انجام دادم و اون اتفاقی که دوست داشتم افتاد توی ورژن آخر، ولی امروز قرار بود همون نسخه پخش بشه و کلاً از امروز به بعد همه جا، ولی متاسفانه نشد. گفتن که برای رجیستر کردن DCP 20%ش مونده بود و برای اون 20% یک ساعت و خورده زمان لازم بود. بالاخره نشد که بشه برای این اکران این اتفاق بیفته. ان شاءالله از این به بعد ان شاءالله خوب میشه. ولی معروفه که شما کارگردانی هستین که اهل نق زدن و قُر زدن و نمی‌دونم اینجور چیزا نیستین، یعنی در هر شرایط کارتون رو میبرید جلو. نق و قُر به چی؟ به هر چه، به شرایط، به وضعیت، نمی‌دونم به کمبود. نه به کمبود نه، یعنی توی فیلم اگه مربوط به فیلم باشه نمیگیرم. نه نه غیر ممکن. اگه مربوط به فیلم چیزی کم باشه، یعنی ما پیش تولیدمون طولانیه که همه چیز آماده باشه جلوی دوربین، ولی متاسفانه چند روز شد که سر فیلم اومدیم و یه سری چیزها بالاخره آماده نبود و منم پلان نگرفتم تا همه چیز آماده بشه. اگر مربوط به خودم باشه مشکلی وجود نداره، ولی اگه قراره چیزی توی فیلم ثبت بشه که آماده نیست، هر چیزی غیر ممکنه، یعنی ابدا این اتفاق نمیفته. ابدا باید همه چیز کامل و درست باشه و قبلش هم تمام اتفاقایی که باید بیفته رو ما سعی می‌کنیم انجام، تمام چیزایی که باید آماده بشه از پیش رو سعی می‌کنیم آماده کنیم. اینطوری نیستش که چیزی آماده نباشه رو ما. خودم لحظه فیلمتون الان خیلی دوست دارم. زیاده نمیگم. حالا یکی رو که واقعا زیاده. نه نه. یعنی لحظه‌های زیادی شد. چند جا رو دوست داری؟ این فیلمو بیشتر دوست دارین یا فیلم ابدی یک روز؟ جفتشو دوست دارم. ابدی یک روز خب یه کاری کرد با من، با خود من، با سینمای من، با زندگی من. اینم قراره کار مهمتری انجام بده. کلا این فیلم سخت‌تری بود، فیلم بزرگتریه و فکر می‌کنم که امیدوارم فیلم مهمتر و فیلم بهتری بشه. امیدوارم قدم رو به جلوی بوده باشه. تا اینجا فیدبک هایی که گرفتم خب، ولی انتظار اون استقبال از ابدی یک روز هیچ وقت نداشت. ببینید من یه سری اتفاقاتی شبیه به اتفاق ابد و یک روز برای فیلم کوتاهم افتاده بود تو جشنواره مختلف، ولی توی چیز پیش بینی نمی‌کردم. مثلا هیچ کس پیش بینی نمی‌کرد. فکر نکردی یه فیلم کمدی هم بسازی؟ چرا؟ قصه دارم. فیلم اول اولت مثل یه کمی طنز بود. فیلم اول اولم فیلم کوتاه بگه‌هایی از طنز توش بود، ولی به هیچ وجه کمدی نبود. ولی یه قصه کمدی دارم. بله. که بعد برای سومین فیلم می‌خوای بسازی؟ نه برای سومین نه. ببینید سه چیز رو به نظرم نمیشه از هم جدا کرد، یعنی هیچ چیز رو نمیشه تو صحنه سینما از هم جدا کرد، ولی سه چیز خیلی به هم وابستن، به شدت به هم وابستن: کارگردانی، فیلمبرداری و صحنه. یعنی هر سه تای اینا خیلی تحت تاثیر همن و به هیچ وجه نمیشه از هم جداشون کرد. محسن نصراللهی طراح صحنه ابدی روز که کل باز همون لوکیشن های محدود ابدی روز رو هم که ببینید همه رو ساخته بود. محسن نصراللهی خوبیش اینه که خیلی زود با هم به نتیجه میرسیم، یعنی وقتی سکانس رو میکنه با یه سری توضیحات مختصر خیلی زود میرسه به چیزی که من، چون میدونه که من چه چیزی ازش میخوام. این خیلی خوبه. هومن بهمنش هم همینطوری شد، یعنی از یک جایی به بعد، بعد چند روز فیلم برداری، خیلی متوجه شد که دقیقا من چه چیزی میخوام، زود به نتیجه میرسیم. ما با فیلم برداری علاوه بر چیزی که تعیین میکردیم از پیش در رابطه با نور، با قاب، با حرکت و همه اینها، میزانسن طوری میشد که فیلم بردار باید یک هو خارج از چیزی از پیش تعیین، خارج از میزانسن از پیش تعیین شده به طور مستند یه سری تصاویر رو ثبت میکرد و هومن به منش خیلی خوب این کار رو بلد بود. حالا عکس هایی هست از هومن در حالت های مختلف که نمیدونم دوربینه معلق زده. آره دوربینه به شکل عجیب و غریبی میبرد بالا و یه کارهایی میکرد که
خب کار آسونی نبود، کار سختی بود. از اون طرف هم کیفیت کاری که انجام میداد خیلی خوب بود. احمد کاووسی دستیار یکی من که زحمت فوکوس رو میکشید، اون هم خیلی بداهه درخشان کار میکرد. یعنی همه چی فوکوس بود با احمد کاووسی، باید حتی از عمق میدان خیلی کم بود. به هر حال این یه معرفه است راجع به فیلمتون، ان شاءالله موقع نمایشش حتما میشه مفصل در مجله فیلم صحبت کنیم.